اینا توی فضای سرد سرما میخوره و ذات‌الریه میگیره. علائمش هم پف کردن پرهاش و کبود شدگی یا رنگ پریدگی صورتش که همون دوره هلوهوش چشاش میشه. سلام و درود به شما مهربونا. امروز با یه ویدئو یه آموزشی دیگه در خدمتتونیم و اون اصول نگهداری و بهداشت مرغ میناست. تا انتهای ویدئو با ما همراه باشیم. آقا خواهشن قبل از اینکه مینا بخریم یه تحقیقی بکنیم ببینیم چه شرایط نگهداری داره و آیا اون شرایط نگهداری رو میتونیم براش فراهم کنیم یا نه. اگه نمیتونیم با خرید مینا در حقش ظلم نکنیم. حالا بریم تا اون شرایط نگهداری رو براتون بگیم. وقتی میخوان یه مینا وارد خونتون کنین باید به چند تا نکته دقت کنین. 1. تهیه قفس مناسب. 2. در نظر گرفتن مکانی با دمای متعادل. 3. در نظر گرفتن برنامه تغذیه‌ای صحیح که توی این ویدیو براتون توضیح دادم کامل. 4. اختصاص دادن زمانی در طول روز برای آزادی و تعامل مینا. 5. بهداشت و حمام مینا و مورد آخر خواب مینا. حالا بریم که هر کدوم از اینا رو با جزئیات کامل براتون توضیح بدم. مورد اول، تهیه یک قفس مناسب. اگه دقت کرده باشین مینا حرکات پرشی داره، پس برای اینکه توی قفسش بتونه راحت تحرک داشته باشه باید یک قفس جادار با ارتفاع بلند براش تهیه کنین. عموما قفسی با عرض 90 الی 130 سانتی متر و طول و ارتفاع 1 متر توصیه میشه. ولی شما موقع خرید این نکته رو هم در نظر داشته باشین که اندازه یه قفس برای جابجایی یا احیانا مسافرتی هم مناسب باشه. در خصوص چوب نشیمن، بهترین چوب طبیعی درخت همراه با ناهمواری های طبیعی روشه. خواهشن از میله های صاف پلاستیکی استفاده نکنین چون باعث ایجاد زخم و ناراحتی تو کف پای مینا میشه. اندازه یه قطر چوب هم باید طوری باشه که وقتی پای مینا روی چوبه بین ناخن پشتی و ناخن‌های جلویش یه فضایی وجود داشته باشه. حدود 1.5 تا 3 سانتی متر خوبه. کف قفس مینا هم باید فضله گیر داشته باشه که یک وقت که یک جانم نه فضله‌گیر باشه که یک وقت کف پای مینا با پیپیش در تماس نباشه چون که پیپی مینا خاصیت اسیدی داره و باعث ایجاد زخم و ناراحتی و بیماری در کف پای میناتون میشه. برای قسمت زیر فضله‌گیر خواهشن از روزنامه استفاده نکنید. چرا؟ چون روزنامه جوهر داره و وقتی که با پیپی مینا خیس میشه یک گاز سمی تولید میکنه که باعث ایجاد بیماری تنفسی در مینا میشه. به جای روزنامه میتونین از کاغذ سفید بدون جوهر و یا مثل ما از این کاورهای پلاستیکی استفاده کنین و هر روز اونها رو تعویض کنین یا بشورین. برای ظرف آب خوریش بهتره که از این ظرفهای استوانه‌ای استفاده کنین که مینا نتونه توش پیپی یا بازی کنه و آب تمیز بمونه براش. همونجور که میبینین من برای مخمل 2 تا ظرف غذا گذاشتم. یکیش که همیشه همون پلت مخصوصشه که همیشه جلوشه و یکی دیگه هم سبزیجات و میوه های مکمله که روزانه میتونم از سبزیجات مختلف استفاده کنم و براش بذارم. بهتره که یک کف دریا توی قفسش قرار بدین که با نوک زدن به اون هم کلسیومش تامین بشه هم نوکش اصلاح بشه. اگر میتونین یه قسمتی از قفسش رو از این نونه های پارچه‌ای مخصوص پرنده قرار بدین یا اینکه مثل ما از این نونه ها براش درست کنین. برای سرگرمی میناتون هم میتونین از اسباب بازی های لاستیکی مثل حالا پستونه که یک توپ کوچیک پلاستیکی استفاده کنین. مورد دوم، در نظر گرفتن مکانی با دمای متعادل هست. بهترین مکان برای نگهداری مینا خونه هامونه. دقت کنین دارم میگم خونه هامون، نه حیاط، نه گاراژ، جایی که دماش رو متعادل نگه میداریم و
و بهترین دما هم حدود همون 25 درجه سانتیگراد. مینا رو در معرض باد سرد و گرم و نور مستقیم خورشید قرار ندیم، چون که مینا توی فضای سرد سرما میخوره و ذات‌الریه میگیره. علائمش هم پف کردن پرهاش و کبود شدگی یا رنگ پریدگی صورتش که همون دوره هولوحش چشاش میشه. همچنین توی گرما و نور مستقیم خورشید هم گرما زده میشه. علائمش چیه؟ باز کردن دهنش و لح زدنشه، همچنین جنب و جوشش هم کم میشه. یه نکته دیگه، حواستون باشه مینا در معرض بخار آب، بخار غذا، دود سیگار، بوی غذای سرخ کردنی قرار نگیره، چون برای سیستم تنفسیش مشکل ایجاد میشه. مورد سوم رو که قبلا براتون توضیح دادم، حالا مورد چهارم که اختصاص دادن یک زمانی در طول روز برای آزادی تعامل میناست. حداقل 6 ساعت در روز رو بذارین اون مینا تو خونه آزادانه بچرخه، کنجکاویشو تخلیه کنه. البته دقت کنین توی خونه شیء کوچیکی که بتونه قورتش بده دم دستش نباشه. مثل چی؟ مثل نخ دندون، گوش پاک کن یا چوب کبریت، از اینجور چیزا. همچنین حواستون باشه که در و پنجره ها رو باز نذارین، چون هر چقدر هم که فکر کنین که مینا به شما وابسته است رو جایی نمیره اشتباه کردین. اینو از خیلی ها شنیدم و متاسفانه خودم هم تجربه کردم که بعدم براتون کامل توضیح میدم. پس به حرف من گوش کنین، ضرر نمی کنین. پس یه تایمی رو توی خونه آزادش کنین، هم کنجکاویش تخلیه میشه، هم به شما و آموزشاتون با دقت بیشتری توجه میکنه و هم اون تحرکی که توی خونه داره برای سلامتیش مفیده. حالا یه سوالی که برای خیلیاتون پیش میاد اینه که خب پس با پی پیاش چی کار کنم؟ نمیشه یه کاریش کرد؟ خونه رو کثیف میکنه. خب عزیزای من، نمیشه. مینا نمیذاره مثل یه پرنده دیگه مثل کاسکو بخواد پوشکش کنی. البته من شرایط نگهداری کاسکو رو نمیدونم، ولی میدونم آیا میذاره همیشه پوشکش کرد یا نه. برای همینه که میگم تحقیق کنین. اگه نمیتونین و براتون سخته، مینا نخرید که بعدش اون بیچاره رو 24 ساعت توی قفس اسیر کنین. خب دوستای گلم، از اونجایی که مبحثمون خیلی طولانی شد، دو تا مورد بعدی یعنی بهداشت و حمام مینا و خواب مینا رو در ویدئوی بعدی به صورت کامل براتون توضیح میدیم. تا دیدار بعدی، بدرود.